استاد گفتن که دختر 16 ساله‌ای دارن که نماز نمیخونه و خودش هم میدونه که گناه بزرگی است. بعد در ادامه توضیح دادن که جدیداً دو تا دوستم پیدا کرده که این دوستام از نظر اخلاقی درست نیستن و این هم فکر میکنم حالا گفتن یکی از دلایلی ممکنه باشه که از نماز فاصله پیدا کرده. با توجه به اینکه سالهای زیادی است به سن تکلیف رسیده، راهکار چیه؟ اولین نکته رو من میخوام یک روایتی رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام محضرتون عرض بکنم. امیرالمؤمنین فرمودن المرء على دین خلیله و قرینه، انسان ها بر مرام و منش دوست و همنشین خودشونن. نمازخون ها آدم ها رو نمازخون میکنن، بی نمازان بی نماز. باید خیلی مراقب دوستان فرزندمون باشیم. ولذا من اولین توصیه‌ای که برای این پدر یا مادر بزرگوار دارم اینه که حضور فرزندشون رو در محیط های سالم و خوب بیشتر بکنن. فرزندش رو بیشتر ببرن تو محیط های معنوی، بیشتر ببرن در محیط هایی که گروه های همسال خوب در اونجا قرار دارن. این نکته اول. نکته دوم اینه که هوای دوستای خوب بچه هاتون هم داشته باشید. گاهی اوقات مثلا ماها به دخترمون پسرمون میگیم دوست به چه درد میخوره؟ نه اتفاقا دوست خوب که خوبه. خیلی از ویژگی های انسان ها جانب دوستان خوب کسب میشه، به دست میاد. شاید خود ماها دیدیم خیلی جاها آدم خوبی اگر شدیم میبینیم نقش دوستانمون کمرنگ نبوده، دوستان خوبمون هم نقش داشتن. و اتفاقا ما در روایات هم داریم که اهل بیت هوای دوست بچه هاشونو داشتن. من یه نمونه تاریخی رو که در بهار آمده، در کتاب روایی بهار آمده براتون عرض بکنم. شخصی نقل میکنه که در محضر پیامبر گرامی اسلام داشتیم از کوچه های مدینه عبور میکردیم، یه مرتبه دیدیم پیامبر یاران رو رها کردن، یه بچه‌ای داشت وسط کوچه بازی میکرد. رفتن سراغ او، یه سلام علیک و نوازشی کردن، او رو خوشبشی کردن، احوال پرسی ازش کردند و برگشتند. یکی از یاران پیامبر سوال میکند که یا رسول الله این کی بود؟ این بچه کی بود؟ حضرت فرمودن این همبازی حسین بود. یعنی هوای دوستای بچه هاشون هم داشتن. و در همین روایت بهار آمده نام این بچه برده نشده، ولی کلی بیان شده که او در بزرگسالی هم در رکاب ابی عبدالله در کربلا هم به شهادت رسید. یعنی منجر به دوستی های پایدار میشه. یا هوای دوستای بچه هامون رو داشته باشیم، ارتباط بگیریم. ما گاهی اوقات به دخترمون بگیم مثلا ما در یکی دو تا دوستاتو دوست داریم، مثلا امرو عصرانه دعوت کنیم منزل، بیان وقتی نون و نمک شما رو بخورن با شما ارتباط برقرار بکنن، شما برین احوال پرسی ازشون بکنید، فردا کار بد یاد بچه ما نمیدهد. اینو بهش توجه بکن. این یک. نکته دوم در باب نماز خواندن بچه ها باید بدونیم برادران، من یه تعبیری رو به کار ببرم. نماز رو میگن چیه؟ ستون دین است دیگه. این ستونه های این شبستان رو نگاه کنید، به خودی خود نایستاده، زیر اینها شناش های قوی وجود داره که این ستون رو تونسته حفظ بکنه. نماز اگر ستون دین است، یه شناژ میخواد، شناژش اعتقاداته. خصوصا بچه ها وقتی به سن 14-15 سالگی میرسن، ما باید روی اعتقادات فرزندانمون هم کار کنیم. حالا استاد این سنش هم مهم هست، هم در پسر هم دختر، از کی شروع بکنن اینا؟ تقریبا از سنینی که بچه ها به بلوغ میرسن، همون چیزی که مراجع بزرگوار تقلیدمون فرمودن که بچه ها وقتی میخوان به سن بلوغ میرسن، بعد برن بالاخره اصول دینشون رو تحقیقا دنبال بکنن، یاد بگیرن. و وظیفه ما پدران و مادرانه که این زمینه و بستر رو فراهم بکنیم بچه هامون اعتقاداتشون. نگاه کنید گاهی اوقات ما اگر اعتقاد بچه همون رو تقویت کنیم، میگه چو صد آمد نود هم پیش ماست. دیگه برای حجابش نباید با چک و چونه بزنیم، برای نماز خوندنش نباید با وحی نمیدونم یک که به دو بکنیم.
وقتی اعتقاد قوی شد، ناخودآگاه باورهای دینی هم قوی می شود و تعبد هم افزایش پیدا می کند. و لذا دومین نکته همینه. البته انشاءالله ما در همین مباحثی که در محضرتون روزهای شنبه اینجا داریم، من انشاءالله یه مقداری به بحثهای جلوتر که رسیدم، روشهای تقویت بنیه اعتقادی رو در فرزندان درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، مثلا به عنوان یک سرفصل صحبت خواهیم کرد. اما نکته سوم این است که گاهی اوقات مادر به جای اینکه از رفتارها، یا پدر از رفتارهای تند استفاده بکنه، از رفتارهای عاطفی استفاده بکند برای فرزنده، اونم نه در جمع. مثلا دخترم بیا من امروز با هم دیگه میخوایم بریم بیرون یه قدمی بزنیم تا حرم بریم، باش را بیافتید بیایید، تو را بگی مادر جون من یه نگرانی دارم، نمیخوای نگرانی رو از من دور بکنی؟ میگه نگرانی چیه؟ میگه مادر مثلا نمازت من رو نگران کرده، چیکار میخوای بکنی برای نماز؟ اما تا اخیراً برخی یاد گرفتم میگن خب گور من جدا، قبرم جدا، چیکار به نماز من داره؟ هر کسی تو قبر خودش میذارم. اتفاقاً اینطور نیست، پدر و مادر و فرزند گورشون یکیه، قبرشون یکیست. کی میگه اگر بچه نماز نخواند با پدر و مادرش کار ندارند؟ کی میگه اگر فرزند خطایی کرد با پدر و مادر کار ندارند؟ اگر پدر و مادر کوتاهی بکنند قطعا قبرشون با فرزندانشون یکیه. یعنی او اگر آسیب ببینه فردای قیامت یا در عالم قبر، این رو هم آسیب میرسونن بهش، در این شک نکنیم. پس لذا اینم بهش بگیم ما نگران توییم، این نگرانی رو ابراز کنی، حالا میخوای چیکار کنی؟ ولذا ما میگیم یکی از هنرهای ما پدران و مادران این است که حرف خودمون رو گاهی اوقات از زبان بچه‌مون بشنویم. این هنره، خصوصا در تربیت اجازه بدیم حرف ما رو اونها بزنن ولی ما هدایتشون بکنیم. مثلا دیدین این جاده اتوبان تهران قم، اتوبانه، وقتی کسی تو این اتوبان قرار میگیره ناخودآگاه میرسه به تهران دیگه، چه بخواد چه نخواد. یعنی زمینه رو جوری فراهم کنیم که او به حرف ما برسه، یا اتوبان کشی جلوش بکنیم، قرارش بدیم توی این اتوبان که حرف ما رو بزنه، ولی با صبوری. تربیت زمان میبره، حوصله میخواد، تدریجی است، دفعی ایجاد نمیشه، این باید با زحمت ایجاد بشه. بسیار خیلی متشکرم. ما تقریبا 7-8 دقیقه دیگه فرصت داریم تا انتهای برنامه‌مون. استاد پرسیدن که تو بحث شرایط محیط در ابتدای برنامه از تعالی فرمودید که هم پدر هم مادر باید شرایط رو و آرامش رو در واقع برای تربیت فرزند ایجاد بکنن. حالا ایشون پرسیدن که کدوم بیشتر مقدم هستن، با توجه به اینکه فرزند دائما در خانه هست، نقش پدر پررنگ‌تر هست یا مادر؟ قطعا نقش مادر مهمتره. مادر چون اون حضور مستمر رو در محیط خانه داره، نقش مهمتری رو ایفا میکنن. البته این به معنای اینه که ما پدران نقش نداریم. ما این تیتراژ این برنامه رادیوییمون اینه که حرف اول آخر رو در تربیت مادر میزند. ولی حالا اینا یه بخشیشو گفتم، ولی با دو تا مقدمه. یکی این که مادر باید آرامش داشته باشد، دوم این که با اصول و شیوه های تربیت هم آشنا باشه. یعنی اگر میگیم حرف اول و آخر رو میزنه، باید بلدم باشه تربیت بکنه مادر. وقت این وظیفه ما پدرانه که یک، برای همسرانمون در محیط خانه زمینه آرامش رو فراهم بیاریم، ما تنش ایجاد نکنیم، آسیب نرسونیم، بد اخلاقی نکنیم، حالا همون نکاتی رو که داریم تو بحثای ابتدایی عرض میکنیم، و دوم اینه که زمینه و بستری رو فراهم بکنیم که همسران ما دانش‌های تربیتیشون افزایش پیدا بکنه، یعنی مهارت‌های تربیتی افزایش پیدا کنه. تو تربیت یک مهارته، یک فن است. تربیت اینجوری نیست که همینجوری خود به خود اتفاق بیفته. لذا در باره مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن مرحوم حضرت امام ثمره 150 سال تلاش اجداد ایشون بوده. یکی مثل مرحوم حضرت امام تربیتی میشود، تربیت زمان میبره. ولذا ما حداقلش اینه که میگیم
از قبل از بارداری مادر شروع میشه. اولی محیط تربیتی رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد ادامه تربیت اتفاق میفته. لذا نقش پدر خیلی مهمه که قبل از بارداری چه آرامش هایی رو به همسرش بده، در حین بارداری چه آرامشی رو به همسرش بده و بعدش. ولی نقش مادر در تربیت مستقیم مؤثرتر است. خب فکر میکنم یک سوال دیگه ما مطرح میکنیم، در حد دو دقیقه از تالی پاسخ بفرمید. در خصوص مشکلات مالی پرسیدن، آیا واقعا مشکلات مالی میتواند بر روی تربیت فرزندان تأثیر گذار باشد یا خیر؟ اگر فرد بتونه مشکلات مالی رو مدیریت کنه، خصوصا ما مردم، برای همین در روایتی داریم مرد چه دارد چه ندارد نباید به همسرش بگه، یه نباید ذهن خانه رو درگیر بکنه. برخی میگن خب داره چرا نه، میگن خب داشتنم اینه نداشتنه، نداشتن اینه که خب چیکار بکنیم، داشتنم اینه که چیکار بکنیم باهاش، یعنی جفت ذهن رو درگیر میکنه به خودش. رضا اینکه اسلام در اون روایت از امام صادق عرض کردیم که حضرت فرمودن مرد باید گشاده دستی سنجیده داشته باشه خرج کنه، زیادی خرج کردن خوب نیست، حالا این خودش بحثی میطلبه که درباره صحبت کنیم، اما کم داشتن رو هم یا نداشتن رو یا گاهی اوقات فقر رو خیلی باید مدیریت کرد. یعنی ما خیلی نباید این نگرانی هام رو خصوصا به همسر و فرزندانمون انتقال بدیم. پدر باید سنگ زیرین آسیا باشه، باید مراقب باشه، تحمل بکنه، نباید هی بچه هام رو سرزنش بکنیم، بد اخلاقی بکنیم باشون، حالا چون نداریم، حالا تو اومدی نداشتن تو پد کردی زدی تو سر زنت بچت، آیا دارا میشی یا کار بدتر میشه؟ ولذا اون آرامشه خیلی مهمه که اونم از جانب شما پدران ایجاد میشه. لذا مدیریت کردن نداشته هم همینه، یعنی ما میگیم وقتی هم نداریم اون نداشته همونو پشت در میذاریم، آدم با لبخند وارد خانه بشه، نگاه محبت آمیز. لذا در روایت داریم وقتی مرد نگاه محبت آمیز به زنش میاندازد، بله، بالاخره جواب خوبی هم خوبیه دیگه، زن هم نگاه محبت آمیز به شوهرش میاندازد. نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت به این زوج میاندازد. خب رحمت خدا هم بیاد مشکلات انشالله یک به یک حل میشه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد تراشیون، خیلی لطف فرمایید. میخواید حسن ختام جلسه اون چند تام دعا باشه از زبان حضرت عالی، بسم الله بفرمایید. خدایا خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. قلب حجتت ولی است، از ما راضی و خوشنود بگردان. الهیم. ما و فرزندان ما را از یاران امام زمان قرار بده. الهیم. نسل ما را نسلی صالح شایسته اهل نماز اهل محبت به اهل بیت قرار بده. الهیم. امام و شهدامون بر سر سفره کریمه اهل بیت مهمان بگردان. الهیم. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. الهیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق ز زمزمت جلوه گر